دونالد ترامپ میخواهد نیروهای آمریکایی را از شمال سوریه بیرون بکشد. اردوغان قصد لشکرکشی دارد و کردها نگرانند. پیامدهای این خروج برای کردها و منطقه چیست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. یک بار دیگر دونالد ترامپ گفته قصد دارد نیروهای آمریکایی را از سوریه خارج کند. هر بار که او در این باره صحبت می‌کند، کردها که هم پیمانان آمریکا در مبارزه با داعش بودند، نگران می‌شوند. نگرانی آنها از این است که ترکیه از خروج حامی قدرتمندشان سوء استفاده کند و آنها را در هم بشکند. آنکارا حالا می‌خواهد مناطق کردنشین شمال سوریه را به محلی برای اسکان عرب‌های پناه گرفته در خاکش بدل کند. منتقدان می‌گویند این یعنی یک تیر با دو نشان، هم تعادل قومی منطقه را عوض کند و از اکثریت کردها بکاهد، هم صدها هزار سوری را به خاک سوریه بازگرداند. دونالد ترامپ حالا تهدید کرده که اگر اردوغان علیه کردها کاری کند، اقتصاد ترکیه را نابود می‌کند. واقعاً آیا این تهدیدی جدی است؟ ترامپ با خروج نیروهای آمریکایی چه در سر دارد؟ آیا این باز کردن راه برای روسیه و ایران نیست؟ گزینه‌های پیشنوی کردها کدامند و ترکیه ممکن است چه کند؟ در برنامه امروز دو مهمان داریم. کاوه آهنگری، فعال سیاسی از بروکسل با ماست و حقی اویغور، مدیر مرکز مطالعات ایرانی در آنکارا از همین شهر. خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای آهنگری، از شما آغاز میکنم. ممکنه برای ما اگه ممکن هست خلاصه بکنید که کردها نگران چه هستند در شمال سوریه در حال حاضر؟ میدونیم که تظاهرات کردند. ببینید، در تا چند سال پیش قسمت عمده ای از، یعنی حدود 500 هزار نفر از کردها حتی کارت شناسایی یا هیچ هویت رسمی و آفیشیلی نداشتند در سوریه. وقتی که رژیم بعث به حساب به طور مطلق بر سوریه حاکم بود، بعد از فراغی به حساب که پیش اومد و حکومت خودمختاری که در کردستان سوریه در رژاوا برقرار شد، کردها یواش یواش به اون جایگاه، حالا نه به طور کامل، نسبی خودشون رسیدن. ولی این جایگاه و این خودمختاری یا خودمدیریتی دموکراتیک همیشه حراسی بوده برای ترکیه، چون خودش با مسئله کرد کمتر از 100 ساله به طور روزانه درگیره. مسئله کرد در سوریه یک مسئله انسانی است، بحث فقط تقسیم قدرت نیست. چون قبل از اینکه کردها الان وضعیتی یا جایگاهی که الان در سوریه دارن رو داشته باشن، عرض کردم که اصلا کارت شناسایی هم نداشتن. پس طبیعیه با حمله ترکیه یا بگیم دولت اردوغان به کردها در سوریه، هم مسئله کرد در ترکیه شدیدتر خواهد شد، هم فاجعه انسانی رو خواهد داد، چون قتل عام و کشتار کردها توسط دولت ترکیه و حتی ارامنه توسط دولت ترکیه یک سابقه تاریخی داره و من فکر میکنم بیشتر کردها نگاهشان به سوی اون فاجعه انسانی است که احتمال داره در این سودا و معامله‌ای که احتمال داره رخ بده در بین ابرقدرت‌ها علیه اونا رخ بده. آیا اوقل نظر شما چی است؟ آیا نگرانی آنکارا با نگرانی کردها در تضاد قرار میگیره؟ آقای آهنگری میگن که کردها نگران وضعیت انسانی هستند. آنکارا نگران چی است؟ ببینید، آنکارا به طور کلی نگران وضع امنیتی خودش هست. این درست است که کردها در دوره حزب بعث از حق خودشون محروم بودن، حتی شناسنامه هم نداشتن. من اینا قبول دارم. حتی دولت ترکیه اون موقع که با آقای بشار اسد رابطه خیلی خوبی داشت، یکی از مسائلی بود که این مسئله همیشه مطرح شد، به ترکیه بر این توصیه میکرد که این مسئله کردی داخل سوریه یه خورده نرمش نشون بدن. اما اینکه PKK را و YPG را ما بگیریم با کردای سوریه یا کردای کلی منطقه یکی بدونیم، مشکل ترکیه اینا. ترکیه نمیخواد اینا قبول کنه و همواره ترکیه اصرار میکرد که این YPG که خودش شاخه از PKK است و همین اینا میدونه، حتی امریکایی‌ها تعالی قبول میکردن و میگفتن چون اینا با داعش مبارزه با داعش با امریکا همکاری میکنن، ترکیه اصرار میکرد که باید این از مرزهای ترکیه دور بره. ترکیه با کردای سوریه هیچ مشکلی نداره،
خیلی از گروه های کردی که در سوریه هستن و وای پی جی اونا رو خارج کرد، اینا به ترکیه پناهنده شدن. اون 3.5 میلیون سوری که اینجا هست، تقریبا 0.5 میلیونش از اون منطقه هستن که کرد نشین هستن و کرد هستن، خودشون از وای پی جی فرار کردن اومدن ترکیه. این یک مسئله کردی ترکی نیست، هیچ رابطه هم با نداره با مسئله کشتار ارامنه، هم چیز نداره، کاری که 3 سال پیش صورت گرفته. ترکیه فقط به طور سریع اینو میگه که این گروه تروریستی که همه قبول دارن شاخه از پیکک هستن، از مرزهای ترکیه دور بره. فقط این 30 کیلومتر امن. چه بکنه؟ چه گزینه ای الان داره آقای اردوغان؟ چون میدونیم که آقای ترامپ تهدید کرده که اگر کاری علیه کردها بکنه اقتصاد ترکیه رو آمریکا نابود میکنه. نه، این حرف آقای ترامپ این نبود. حرف آقای ترامپ این بود که اگر آقای اردوغان از یک حد بیشتر جلو بره، ترکیه که نمیخواد به قول مهمان عزیزمون که اونجا کشتر بکنه، مردم رو بکشه، کل کردها رو نابود کنه، در این صورت ممکنه که آقای ترامپ یا دولت آمریکا کاری بکنه. ولی اون توافقی که با آمریکا صورت گرفته از یک سال قبل، اون بود که یک منطقه امنی در مرزهای ترکیه صورت بگیره. اگر در این چارچوب بمونه که عملیات ترکیه احتمالاً در این چارچوب میمونه، جلوتر از این میره، من باید میدونم که دولت آمریکا یا شخص آقای ترامپ کار بکنه. خب دقیقاً روشن هست آقای اردوغان چه میخواد بکنه؟ چون آقای اردوغان از لشکرکشی صحبت کرده، از فرستادن پناهجویان سوری به داخل خاک سوریه صحبت کرده. روشن دقیقاً برنامه روی میز چیه؟ ببینید، یکی از مسائل اینه که اگه وای پی جی که از اینجا خارج بشه، این مناطق که تصفیه بشه در واقع از وجود گروه های تروریستی، ترکیه میخواد اون سوری ها که در ترکیه هستن، چه کرده، چه عربه، چه ترکمن، اونجا بعضیشون، البته نمیشه 3.5 میلیون اونجا ساکن کرد. ولی شما اینا باید یادتون باشه که ترکیه با این پناهجوها مشکلی زیادی داره و با وجود اینکه اروپایی بارها قول داده بودن و حتی قسمت از اون پول هم به ترکیه کمک کردن، ولی یک قسمت کوچکی بوده. اصل قضیه ترکیه مشکلات زیادی داره. ترکیه میخواد این پناهجویا قسمتش هر چقدر ممکن باشه تا 1 میلیون نفر رو اعلام کردن، 1 میلیون نفر وارد این مناطق بشه و اونجا در یک منطقه امن برایشون باشه. بله. آقای آهنگری، آمریکا، خود آقای ترامپ گفته که ما کردها همراه ما جنگیدند، اما برای این کار مبلغ هنگفتی پول و تجهیزات به اونها دادیم. چندین ده هست که اونها دارن با ترکیه میجنگند. من 3 سال جلوی این جنگ رو گرفتم، اما زمانش فرا رسیده که به قول او این جنگ های قبیله ای رو به خود اونها واگذار بکنه آمریکا. به نظر شما واقعا تا کی آمریکا میتونه در اون منطقه بمونه و به عنوان در واقع یک نیروی حائل بین کردها و ترکیه عمل بکنه؟ اجازه میخوام به یه نکته ای اشاره بکنم قبل از این سوال شما، اونم این که ببینید ترکیه خودش در مورد هویت کردی و به رسمیت شناختن هویت کردها مشکل داره. تا الان هیچ اقدامی رو انجام نداده دولت اردوغان که بگه بله ما رسما کرد داریم و اینم حق و حقوقش. چجوریم دلسوزی آقای اردوغان رو برای کردهای سوریه نزد بشار اسد قبول بکنیم؟ این یک مورد. مورد دیگه هم اینه که در مورد PKK یا YPG هم آقای اردوغان هیچ اقدام سرجویانی در رابطه با حل این مسئله یا حضورشون با بشار اسد انجام نداده. و سومین نکته این که حضور YPG یا PKK در سوریه مربوط به یک مشکلی بین دولت ترکیه و دولت سوریه باید حل بشه، نه اینکه به صورت لشکرکشی. بعد اون سوالی که شما ازشون مطرح فرمودین ولی جواب ندادن، بله، دستور کار مشخصه، لشکرکشی به صورت زمینی و هوایی، اشغال خاک یک کشور دیگه توسط ترکیه، اسکان چند میلیون عرب، نه کرد، اون منطقه کردنشینن، اون منطقه کردستانه، اسکان این عرب و تحویل گرفتن عرب هم اونجا هستن. آقای آهنگری، میخواین آقای اویغور نظرشون رو بگن در مورد این صحبت شما؟ بفرمایید آقای اویغور. ببینید، این اتهامات ما خیلی میشنوه، ولی این درست نیست. اولا اینکه ناشی از عدم اطلاعات کافی از داخل ترکیه نشأت میگیره. این حزبی که در ترکیه داریم، ما حزب کردی داریم، بارها عرض کردم در برنامه های مختلف، اینا شهرداری هستن، نماینده هایی دارن، شبکه های تلویزیونی دارن، همه چی رو دارن. یعنی اینکه رسمیت نشناخته باشیم حقوق 20 میلیون کرده، این یک در واقع تهمتیه. اما اون که اون منطقه کلا کرد نشین باشه، این درست نیست. قبل از بحران ما مناطقی داشتیم که عرب نشین بود و
پیکک چون به بهانه این که اونجا با داعش میجنگد این مردم عرب اون منطقه رو از اونجا تخلیه کرده، الان میترسه که همین کارو ترکیه بکنه. بره ترکیه عرض کردم شما بیایید ترکیه تشو بیارید با پناهجویان دیدار کنید، خیلیشون کردن. این یک واقعیت، اینا نمیشه پنهان کرد. این نیم میلیون کرد سوریه‌ای که الان تو ترکیه زندگی میکنن، اینا چی هن؟ اینا از کجا اومدن؟ اینا از سوریه اومدن و کردن و با وای پی جی مشکل دارن. وای پی جی یک حزب یک میلیشاست و با کردهای دیگه هم مشکل داره. این نیست که ترکیه با کرده دارن مشکل داره. درسته اگه حکومت بشار اسد، اگه رژیم بس کشی کنه آقای یوغور، اینو عرض میکنم، اگه بشار اسد این منطقه رو حاکمیت داشت، اگه این منطقه حکومت مرکزی بود، ترکیه هیچ وجه اینو نمیکرد. چرا ما راجب ادلب اینا نمی کنیم؟ چرا به راجب لاسکی این صحبت ها رو نمی کنیم؟ چون اونجا بالاخره حکومت مرکز است. اگرچه ما خوشمون نمیاد ولی اونجا تهدید متوجه ترکیه نیست، اما این مناطقی که PKK به دست گرفته و اونجا لشکر داره، اونجا اسلحه داره، آمریکا به اونها خیلی کمک کرده، اسلحه سنگینی داده، این یک تهدید برای ترکیه است. اگه اینا عقب نشینی کنن ما لشکر کشی نمی کنیم. ولی اگه اینا اصرار که قول آمریکا هم این بود، آمریکا بارها به ما گفته که به شما ضمانت نمیدیم هیچ تهدید از اونجا وارد ترکیه نمیشه، اما دیدیم که بعد از چند سال این عملی نشده. اگه اینا خارج بشن از مرز 30 کیلومتر اونور برن، ما نه لشکرکشی میکنیم نه کسی رو میکشیم. ما که دنبال جنگ نیستیم، اگه جنگ بودیم که بارها فرصت بود ترکیه این کار رو میکرد. این اتهامات واقعا واهیست. آقای آهنگری، میگن مسئله امنیتی است برای ترکیه و کردها همشون مشکل نیستن، یه پیگه بخشی از پیکک است و اون هست که مشکل اصلی آنکاراست. ببینید خیلی واضحه. اولا من از مقیاس یا معیاری به نام کل در عرایزم استفاده نکردم. من نگفتم کل ساکنان اون منطقه کرد هستن، عرض کردم اونجا کردستانه. بله در کردستان عرب هم وجود داره، کرد هم وجود داره، ترک هم وجود داره، همه وجود دارن، ولی خب اونجا کردستانه. این یک. دوم من ایشون اسمش کی گذاشته کردستان؟ اسمش کی گذاشته؟ اجازه میدید صحبتتون تموم کنم؟ این در صلاحیت شما نیست که تعیین کنید کجا کردستان و کجا کردستان. من نمیکنم. کی صلاحیت با کسی نمیپرسه. نه این تاریخ تمدن بشری، هر تاریخدانی رو مراجعه بکنی، هر اصلا شما به یک شرق شناس غیر کرد و غیر ترک مراجعه کن، به یک انسان آکادمیسیان مراجعه کن، در هر جای این دنیا که میخوای مراجعه بکنی معلومه کجا کردستانه. خب حالا اجازه بدیم به بس برگردیم، این زیاد مهم نیست به نظر من. ایشون میفرمایند اگر بشار اسد اونجا حاکمیت داشت، ایشون غافلن از اینکه این ترتیب و این آرایش و چیدمان فعلی در توافق بین نیروهای کرد و بشار اسد به وجود اومده. یعنی ایشون میخوان بگن که حتما باید نیروی بعث یا ارتش بعث سوریه اونجا باشه، بعد ما خیالمون راحت میشه. خب این آرایش و این الان توافقی که بین YPG و به حساب نیروهای کرد و دولت مرکزی به وجود اومده رو باید احترام بگذارن. متوجه. ولی الان صحبتتون یادتون نره آقای آهنگری، الان یک تحلیل همین هستش که این شرایط به وجود اومده احتمالاً کردها رو بیشتر سوق میده به سمت اینکه با بشار اسد نزدیک بشن. میخواستم اینو عرض بکنم. یک جوابی به ایشون هم هست که اتفاقاً جبهه دموکراتیک تمامی سلاح‌های سنگینش رو دقیقاً از اون نوار مرزی به عقب کشیده. یعنی هیچ گونه سلاح سنگینی در اون نوار مرزی که مورد نظر ترکیه هست و از اون به خاطر مسائل امنیتی داره صحبت میکنه، هیچ خطر امنیتی وجود نداره. نمیشه که اون منطقه رو کلن خالی کرد، ولی هیچ ابزاری، هیچ به حساب وسیله‌ای که خطر امنیتی برای ترکیه باشه، مرزهای ترکیه باشه، اصلا وجود نداره. بلکه رو میفهمید آقای آهنگری، ترکیه ظرف سالهای گذشته بارها شاهد عملیات بمبگذاری بوده و ترکیه همه اینها رو یه جورایی مربوط دونسته به اینکه کسانی از اون طرف مرز میان با پکک همکاری میکنن. یعنی به هر حال ترکیه نگرانی امنیتی داره در این منطقه. نه ببینید، این مسئله در داخل ترکیه است. اصلا از هر جای دنیا میشه وارد ترکیه، از چهار طرفش میشه وارد ترکیه شد و اونجا بمب گذاری کرد. این فقط ربط به این گوشه از یا به حساب مرز که نداره که. مگه نمیشه از ایران وارد شد؟ مگه نمیشه از کشورهای همسایه دیگه وارد شد؟ چرا میشه؟ ولی ببینید بس خیلی مشخصه،
دولت ترکیه قصد آشکار برای تصرف اراضی یک کشور دیگر رو داره، یک دولت ملت دیگر رو داره که عضو سازمان ملله و میخواد اون جالبی میخواد که اون معضلی که الان، البته من اینجا به دولت ترکیه حق میدم، وضعیت پناهندگان در داخل ترکیه یک معضل جهانی، یک تلاش همگانی، یک تلاش جهانی رو میطلبه و باید اینو حل کنیم. ولی اینکه ترکیه خودش پاشه یک تنه بخواد یک کشور دیگر رو قسمتی از اراضیش رو تصرف بکنه که بگه من اینا رو اونجا میبرم، خب اسکان چه میدم. بکنه؟ شما میگید که باید ترکیه به هر حال معضلی است برای ترکیه، معضل پناهجویان، و ترکیه از کمک بین المللی هم تا حالا برخوردار نبوده، هیچ چشم اندازی هم ظاهرا به نظر نمیرسه که کمک آنچنانی دریافت کنه. ترکیه باید با این حدود 3 میلیون آدمی که در خاکش هستن و به هر حال سالهاست که اونجا، الان تقریبا نزدیک 10 سال داره میشه، باید چه بکنه غیر از اینکه مثلا یه رایش این باشه که بیاره اونها رو اسکان بده در داخل خاک سوریه؟ بله، من اینو قبول دارم که جهان با ترکیه در این زمینه همکاری لازم رو نداره. مثلا در مورد زندانیان داعشی میخواستم اینو عرض کنم و یک نکته بسیار بسیار حائز اهمیتیه که ترکیه قبول کرده 2000 زندانی داعشی رو قبول بکنه ولی پناهندگا و آواره ها رو قبول نمیکنه، میخواد اینا رو برگردونه. یعنی این نکته خیلی ظریفه که چرا آقای اردوغان میخواد زندانی داعشی، داعشی که قاتله، که یک داعش دیگه به تمام معنا رو میتونه قبول بکنه، ولی پناهندگی رو نه. پناهندگی تعداد صحبت میکنه، خب تعداد اونها شاید خیلی کمتر از تعداد این همه پناهنده است. آقای اردوغان بایستی از طریق دستگاه دیپلماسی خودش در سطح جهانی، در سطح اتحادیه اروپا، در سطح جهانی تلاش بیشتری بکنه برای رفع این معضل. تصرف اراضی یک کشور دیگه به هیچ عنوان راه حل خوبی نیست برای این مسئله، وگرنه مگر مسئله پناهندگی فقط مشکل ترکیه است؟ مگر ایران چند میلیون الان پناهنده درش نیست؟ یا کشورهای دیگه؟ مگر اروپا با معضل پناهندگی روبرو نیست؟ بله، همه جهان دچار معضلی شده، به ویژه جهان آزاد و دموکراتیک و پیشرفته، با معضلی مثل به حساب پناهندگی. ولی متوجه. راه حل، بهترین راه حل اول حل کردن مسئله سوریه است. بله. خب راجع به حل کردن مسئله سوریه بذارید صحبت بکنیم، چون اول من میخوام این نظر آقای اویغور رو هم راجع به این بپرسم، بعد بریم سر این قضیه نقش کشورهای دیگر در سوریه. آقای اویغور بسیار نگران هستند که کردها بیشتر و بیشتر به سمت دولت اسد در واقع سوق پیدا بکنن با این وضعیتی که الان هست، با تهدیدی که به هر حال احساس میکنن از طرف دولت ترکیه. شما این رو چطور میبینید؟ ببینید، اون مناطق که الان تحت کنترل SDF هست، این نیروهای YPG نه هست، کشورهای مختلف از لحاظ نظامی حضور دارن. این تنها آمریکا نیست که، حتی فرانسه، آلمان، انگلیس اونجا نظامیان داره و تو مطبوعات هم اومده بود که آمریکا از دانمارک درخواست کرده که اونجا نظامی بفرسته. لذا اینکه همه کشورها حق داشته باشن اونجا به طور نظامی حضور داشته باشن تا تهدیدات امنیتی خودشون رو برطرف کنن، مثلا دانمارک که یک داعشی خدای نکرده بره اونجا مثلا تو دانمارک یا فرانسه کاری بکنه، ولی وقتی که ترکیه بخواد اون نگرانی خودش رو برطرف کنه با این همه اتهام مورد تهمت قرار بگیره، این واقعا درست نیست، منصفانه هم نیست. ترکیه، عرض کردم، فقط یک مشکل امنیتی داره و اگه این مشکل امنیتی حل بشه، ترکیه هیچ چشم داشته در سرزمین سوریه نداره. بذارید یه سوال دیگه بکنم آیا اوغور. آیا فکر نمی‌کنید، چون ترکیه می‌فرمایید که نگران مشکل امنیتی کرد هاست، ترکیه آیا نگران این نیست که ایران و روسیه در ترکیه دست بالا رو بگیرن با در واقع این وضعیتی که ایجاد شده؟ نگران حضور بقیه کشورها نیست؟ نگران قدرت گرفتن بیشتر دمشق نیست؟ ببینید، اینم یک سوال بسیار مهمی هست. اگه ترکیه مسئلهش این نبود که واقعا تهدید YPG PKK بود، تهدید امنیتی بود، این سوال حق داشت، چون بالاخره ایران و رژیم عباس کشورهایی نیستن که ترکیه خیلی با ایشون رابطه نزدیک سیاسی داشته باشه. مشکل اینه که این PKK الان که اینجوره هست، با حمایت های کشورهای غرب قدرتمند شده،
اسلحه زیادی به دست آورده. شما الان نگاه کنید خیلی از کشورها، خیلی از مسئولین حتی سابق آمریکایی انتقاد کردن از آقای ترامپ که چرا این تصمیمو گرفت. واقعا یک قدرت شبیه دولتی به دست گرفته بود. اگه حکومت مرکزی حتی ایران حتی روسیه بتونن اینا رو در داخل کشور سوریه یه جوری حذف کنن، یه حقوقو بهشون بدن، ولی اسلحه اگه از دست اینا گرفته باشه، اگه اینا تهدید برای ترکیه باشه، این برای ترکیه قابل قبوله. نه اینکه من عرض کنم این بهترین سناریوست برای ترکیه، بهترین سناریو این که کلا وای پی جی. به نظر میاد که یک نکته ای رو در بحث شما در نظر نمیگیرید. اینها برای این اسلحه در دست گرفتن که با داعش مبارزه بکنن. همین چند سال پیش اینها در واقع در صف مقدم مبارزه با داعش بودن. داعش که در واقع یک نیروی بود که کل منطقه رو نگران کرده بود، کل جهان رو نگران کرده بود. فکر نمی‌کنید که اون ممکن هست هر لحظه داعش به هر حال یک نیروی کاملا نابود شده نیست، ممکنه هر لحظه از زیر خاک دوباره سر در بیاره. آیا نگران این نیستید؟ ببینید اینکه اولا داعش تمام شده، هم مسئولین ایرانی بارها اعلام پیروزی کردن، هم خود آمریکایی‌ها بارها اینو عرض کردن، گفتن که داعش دیگه تمام شده، حتی وای پی جی اینا گفته که تمام شده. اگه یه چیز کوچک باقی مونده تو دایر حضور و مناطق عربی خیلی جنوبی، اینو میشه حل فصل کرد که انجام میدن. الان اونجا نیروهای آمریکایی هست، کشورهای دیگه هم هستن، وای پی جی هم میتونه اونجا باشه. من عرض میکنم ما مشکلمون اینه که اولویتمون اینه که مرز خودمونه. اگه ما اینجا امنیتو نگهداری، ما نمیخوایم بریم هر جا مثلا وای پی جی دنبالش بریم. این بالاخره مردم سوریه است که باید تصمیم بگیره چه نوع قانون اساسی داشته باشه، چه نوع حقوقی به کردهای خودش بده. این ما نیستیم که باید تصمیم بگیریم. ما عرض کردم هر کشور حق داره، هر کشور این کار رو هم میکنه. اگه شما یادتون باشه داعش که به طرف اربیل حرکت کرده بود، جمهوری اسلامی اعلام کرد که اگه 40 کیلومتر مرزای ما نزدیک باشه ما اونا رو میذاریم، اجازه نمیدیم اینجا باشن. حتی اسرائیل این کارو میکنه، میگه اگه نیروهای ایرانی به مرز ما نزدیک باشن اینقدر، ما اونا رو میذاریم و میزنن، کسی از اونها انتقاد نمیکنه. این که ترکیه میشه میخواد از نگرانی خودش، این یه نگرانی واهی نیست. ما 40 سال گذشته با اینا میجنگیم. ما الان که من با شما صحبت میکنم در عراق، در شمال عراق ما این عملیات‌های ضد تروریستی را انجام میدیم. فقط سوریه چون تحت حمایت آمریکا بودن تا الان نمیتونستیم خیلی کار بکنیم، که الان آقای ترامپ که موافقت کرد، فکر کنم راه برای ترکیه باز شده باشه. آیا هنگری بفهمید، میفهمن که این نگرانی ترکیه همواره بوده، الان راهش باز شد؟ ببینید خیلی مشخصه، عین جمهوری اسلامی سپاه پاسداران توضیحش اینه که میگه حضور ما در سوریه و عراق و یمن و لبنان و قسمت‌های دیگه برای تأمین امنیت داخلی مونه. من نمیدونم این دشمن جمهوری اسلامی و ایران کجاست که میخواد به ایران حمله بکنه، ایران رو تصرف بکنه، ولی ایران خیلی زرنگ و باهوش و استراتژیک داره عمل میکنه. قبل از اینکه اون حمله بکنه، اون بهش حمله میکنه و پدرش رو در میاره. آخه این توهمه، کی میخواد به ترکیه حمله بکنه؟ کی میخواد امنیت ترکیه رو به هم بریزه؟ متوجه هستم. ببینید من کاملا متوجه هستم. ببینید دوست عزیز، امنیت ترکیه رو سرکوب به هم زده، امنیت ترکیه رو آزادی تأمین خواهد کرد. تمکین دولت ترکیه، اتفاقا حرکت دولت اردوغان، به ویژه خود آقای اردوغان و حزبش به سوی اسلام سیاسی، امنیت ترکیه رو چندین درجه به پایین کشیده. شما اگر اجازه بدین من عرض معرض کنم، شما اگر به عنوان یک هموطن ترکیه، یک شهروند ترکیه، به عنوان یک کشور متکثر خواهان امنیت و توسعه و صلح پایدار هستین، باید به اصول جهان شمول تمکین کنید، باید آزادی بدین به این تنوع. شما از یک طرف در سرود صبحگاهیتون 70 میلیون باید آقای اویغور میفهمن که در داخل خاک ترکیه کردها به اندازه‌ای که لازم هست آزادی دارن، کانال تلویزیونی دارن، زبان تدریس میکنن، از این حرفا. این یه تهدید امنیتی از خارج مرز هست.
نه نه اتفاقا این اصلا درست نیست. اولا تا سال 1372 اصلا کلمه کردم قاچاق بود، الانش هم که باید در سرود ملیشون باید با افتخار بگی من ترکم، در صورتی که طرف ترک نیست. ببینید قانون اساسی ترکیه یه قانون غیر دموکراتیکه. ببینید ما که مشکل در داخل ترکیه در مزلاز استانداردهای دموکراسی، این بحث ما نیست. هر کشوری من شما نمیگم همه که چیز رو به داخل نسبت که... بگیم نه نه شما نه همه چیز من رو نمیگم به در ترکیه ما مشکل نداشته باشیم. ببینید شما ببینید ما مشکل داریم، این مشکل با این ترور حل نمیشه. ما عرضمون اینه، ما الان که 100 تا نماینده در حزب عدالت و توسعه داریم کرد، ما الان حدود 80 نماینده داریم که حزب HDP هستن کرد. اینا راجع به حقوق کرد حرف میزنن، مطالبات دارن. نظر اونها آقای اویغور در مورد وضعیت فعلی در شمال سوریه چیه؟ اونها موافق هستن با لشکرکشی؟ خب طبیعتاً حزب HDP که مخالفه، چون اینا با PKK رابطه بسیار نزدیکی دارن. ولی اون حزبی که آقای اردوغان که کردای بیشتر هم در نماینده هستن از طرف حزب ایشون، ایشون خیلی مخالف نیستن، چون اینا واقعاً کرد ترکیه هستن، مشکلات ترکیه رو میدونن. ما ممکنه مشکلات در استانداردهای دموکراسی داشته باشیم، به کردا شاید حقوق بیشتری داده باشه، که لذا اینکه قبلا هم داده بودیم یک روند بود، شما میدونید که روند گشایش تعبیر میکردن که به دلایل حملات PKK متوقف شد، ممکنه در آینده دوباره شروع بشه و گفتگوهای سیاسی شروع بشه. این یه چیزیه. این کارهای تروریستی، اقدامات تروریستی، کشتن هر روز پلیس، سرباز ترکیه، غیر نظامی ترکیه، بمب گذاشتن تو استانبول، آنکارا، آنتالیا، یه چیز کاملا متفاوته. فقط یه چیزم کوتاه ازتون بپرسم آقای اویغور، آیا نگران این تهدید آقای ترامپ نیستید؟ اینکه اقتصاد ترکیه را اگر که خیلی با کردها بدرفتاری بکنه در هم بشکنه؟ نه خیر نیستم. اینم دلش رو بسیار ساده است. عرض کردم ترکیه نمیخواد اونجا یه قتل عام بکنه، یه داعشی ها رو آزاد کنه. الان متاسفانه پروپاگاندا بازم شروع شده که ترکیه میخواد از داعش حمایت کنه، از این حرفا. نه خیر، آقای ترامپ خواهد دید و بعد این تهدیداتش فکر کنم بیشتر جنبه مصرفی داخلی داشته. 30 ثانیه هم نظر آقای آهنگری رو بشنویم. آقای آهنگری شما بفرمایید. ببینید خیلی مشخص دولت مردان ترکیه و خود آقای اردوغان خیلی واضح در گذشته گفتن حتی مخالف یک چادر هستن که به نام کردستان در هر جای این جهان وجود داشته باشه، و ایشون الان دارن اینجوری میگن. نخیر قربان، امنیت ترکیه با حل مسئله کرد در داخل ترکیه تأمین خواهد شد. وجود حتی یک کردستان مستقل در شمال سوریه هیچ ربطی به امنیت شما نداره، بلکه این مشکلاتی که وجود داره در داخل ترکیه است. در داخل ترکیه هم اقتصادش رو به وخامت، درگیری ها و انشعاب هایی وجود داره در داخل آک پارتی و رخ داده. حتی اگر اینجوری باشه، ما بخوایم به کردها بگیم با هم دیگه نمیسازن یا متحد نیستن، خب مگه فتح الله گولن کی هست؟ ایشون ترکه، ایشون یکی از رهبران ترکا. چرا ایشون با آقای آهنگری؟ ممنونم از شما و ممنونم از شما آقای اویغور که در این بحث شرکت کردید، و ممنونم از شما که با این صفحه دو همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی سایت ما و روی سایت یوتیوب مجدد تماشا بکنید، همینطور میتونید پادکست برنامه رو در اپلیکیشن پادکستتون دانلود بکنید با جستجوی کلمه صفحه در کنار عدد 2. ممنونم که هر هفته همراه ما هستید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب و روزتون خوش.